طرح استیضاح آخوند روحانی در 14 محور در مجلس ارتجاع. سناتور تام کاتن خطاب به خامنه ای: رژیم غیرقانونی تو به خاطر نامشروع بودنش از بین خواهد رفت. واشنگتن فری بیکن: آمریکا برای خرد کردن رژیم تهران آماده یک کارزار جدیدی می شود. طرح عدم کفایت و استیضاح آخوند روحانی صبح امروز در مجلس ارتجاع توسط جمعی از اعضای آن تهیه و تدوین شد. این طرح در 14 محور از جمله عدم برخورد با بیکاری، سوء مدیریت در کنترل بازار ارز، وارد آمدن خسارت به منافع ملی و سوء مدیریت در کنترل قیمت کالاهاست. آخوند مجتبی ذوالنور اقدام به گرفتن امضا از اعضای مجلس ارتجاع برای طرح استیضاح آخوند روحانی کرد. سناتور تام کاتن، عضو برجسته سنای آمریکا، در واکنش به پیام توییتری خامنه‌ای علیه دونالد ترامپ، جان بولتون و مایک پومپئو طی پیامی نوشت: مرد پیر، تو بسیار زودتر از هر کدام از ما خواهی مرد و رژیم غیرقانونی تو به خاطر نامشروع بودنش از بین خواهد رفت. خامنه‌ای گفته بود مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ترامپ، بولتون و پومپئو. واشنگتن فری بیکن نوشت: قانونگذاران ارشد حزب جمهوری‌خواه برای یک کمپین سریع علیه رژیم ایران آماده می‌شوند. یک مقام ارشد جمهوری‌خواهان گفت: قانونگذاران قویاً از فراخوان به موقع مایک پنس دفاع می‌کنند که از اروپا خواسته بود در کنار مردم ایران بایستد. دومین مقام ارشد کنگره گفت: مسدود کردن معامله نفتی ایران به عنوان بخش اصلی کارزار جدید فشار بر تهران کلید خواهد خورد. نیویورک تایمز با درج عکسی از تظاهرات هفته گذشته مقاومت ایران در پاریس علیه رژیم آخوندی نوشت: در خارج و نه فقط در خاورمیانه، رژیم ایران و نیروهای نیابتی آن به توطئه برای خشونت ادامه می‌دهند. یک تلاش برای بمب‌گذاری در جلسه اپوزیسیون در نزدیکی پاریس در تابستان گذشته در هم پیچیده شد. اثرگیری تحریم‌ها رژیم ایران را تحت فشار اقتصادی حادی قرار داده است. هدف فراگیر سیاست غربی ها نمیتواند مماشات با رژیم ایران باشد و دادن امتیازات محدود و موقت به خاطر برنامه اتمی که به بهای تأمین مالی سایر اهداف بدخواهانه این رژیم تمام شود. به این هدف بایستی خاتمه داده شود و در نهایت 40 سال ظلمت ایرانی پایان یابد. دولت اقلیم کردستان عراق صادرات نفت خام به وسیله تانکرها از میادین نفت به ایران را به منظور اجتناب از تأثیر تحریم‌های آمریکا متوقف کرد. یک مقام آگاه در وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان عراق با اعلام این خبر افزود: دولت اقلیم کردستان عراق با صدور فرمانی صادرات نفت خام خود به ایران را متوقف ساخت. این تصمیم دولت اقلیم کردستان عراق از پنجشنبه به تمامی گذرگاه‌های مرزی این اقلیم با ایران ابلاغ شده است. کشاورزان بخش‌هایی از شهرستان دنا واقع در استان کوکیلویه و بویراحمد در اعتراض به نحوه توزیع سهمیه کود شیمیایی و تخلفات انجام شده توسط کارگزاران رژیم تجمع کردند. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی، سازوکار مالی اروپا را تحقیرآمیز دانست و گفت این فرمول تحقیر کننده حتی نفت در برابر غذا نیست که زمان صدام حسین وضع کرده بودند. تازه این سازوکار که معلوم نیست چه وقت اعمال می شود، مشروط است بر اینکه ایران به سرعت FATF را بپذیرد. شورای اروپا همچنین نگرانی جدی خود را از فعالیت‌های موشکی بالستیک ابراز می‌دارد. در این جمع‌بندی، ایران متهم به حمایت از عملیات تروریستی در کشورهای اروپایی می‌شود و از ایران مؤکداً خواسته می‌شود که حقوق بشر را رعایت کند و از اعدام دست بکشد.